فصل 12. تاکسی که سوار شدم از کهنه‌بو استفراغ گرفته بود. شانس گوهم همیشه شبا میخوردم به پست تاکسی استفراغی. بوی استفراغش وقتی غیر قابل تحمل تر میشد که میدیدم شنبه شب و خیابونا حسابی خلوت و ساکت. تک و توک آدم میدیدی. گاهی مرد و زنی که دست دور کمر هم انداخته بودن از خیابون رد میشدن، یا مثلا عرازل و وشی که از قراره شنبه شبشون میومدن و به بیمزه ترین شکل ممکن میخندیدن. خیلی مسخره است که این وقت شب توی خیابونه خلوت نیویورک قهقهه بزنی. چون از 60 کیلومتری هم میشد صدا رو شنید. تازه افسرده ترت میکنه و خیال میکنی از همیشه تنها تری. خیلی دلم میخواست میرفتم خونه تا با فیبی چاخان به بافم این حرفا. یکمی که گذشت سر صحبتم با راننده باز شد. اسمش هورایتس بود. از اون راننده قبلی که خیلی بهتر بود. حس کردم از مرغابیای پارک خبری داشته باشه. پس پرسیدم: هورایتس، تا حالا از دریاچه پارک مرکزی رد شدی؟ همونی که ضلع جنوبی پارکه. چی؟ تالاب، دریاچه کوچیکه اونجا. همون جایی که مرغابیان، همون جا دیگه. آره، خب که چی؟ اون مرغابی ها که تو بهار دور شنا میکنن، ممکنه بدونی زمستون ها کجا میرن؟ کیا کجا میرن؟ مرغابی ها دیگه، اونا کجا میرن؟ کسی با کامیونی چیزی میاد میبرتشون، یا اینکه خودشون پرواز میکنن میرن سمت جنوب که گرم تره؟ آقای هورایتس سرشو بالا گرفت و نگام کرد. میخورد از این آدم عصبی ها باشه. البته آدم بدی هم نبود. به هم گفت: من چه میدونم؟ چرا باید همچین چیز احمقانه یا بدونم؟ خیلی خوب، نمیخواد خودت ناراحت کنی. میخورد حسابی ناراحت شده باشه. حالا که خودش ناراحت کرده، من ناراحت نیستم. دیدم داره فاز حساس بودن برمیداره. بیخیال حرف زدن شدم، ولی دوباره خودش شروع کرد. باز سرش رو گرفت طرف من که: ماهی ها هیچ جا نمیرن. ماهی ها همیشه همون جایی که هستن میمونن، تو خود دریاچه. ماهی ها فرق دارن. آره ماهی فرق داره. میخوام بدونم مرغابی ها چی میشن. حالا چه فرقی دارن؟ اونا هم اینه ماهیان دیگه. یه جورایی حق به جانب حرف میزد. انگار ارث پدرش رو از من طلب داشت. تازه زمستون برای ماهی ها سختر از مرغابی ها میگذره. یکم فکر کنی میفهمی. یه لحظه هیچی نگفتم. بعدش در اومدم که باشه، ولی وقتی دریاچه یه تیکه یخ شده و مردم روش اسکیت بازی میکنن، ماهی ها چی کار میکنن؟ آقای هورایتس دوباره سرشو بالا گرفت که: منظورت چیه چی کار میکنن؟ جدی جدی داشت داد میزد پسر. معلومه دیگه، همونجا میمونن. نمیتونم بیخیال یخشن که. نه اصلا نمیشه. کی بیخیالش شده حالا؟ کسی که بیخیالش نشده. همچین به هیجان افتاده بود که گفتم الان ماشینو صاف میکنه تو تیر چراغ برق. اونا همونجا تو یخ زندگی میکنن. طبیعتشون اینجوریه. تموم زمستون همینطوری یخ زده اون تو میمونن. راستی؟ خب پس چی میخورن؟ اگه یخ زدن و تکون نمیخورن که نمیتونن شنا کنن و غذا گیر بیارن. بدنشون. وای خود از دست تو. تو حالت خوبه پسر؟ بدنشون از همون جلبک و آتشخاله توی یخ تغذیه میکنه واسه خودش. رو بدنشون یه سری منافذ داره که غذا رو جذب میکنه. طبیعتشون اینجوریه دیگه. میفهمی چی میگم؟ یه بار دیگه سرشو گرفت طرفم تو نگاه میکنه. آهانی گفتم و دیگه بیخیالش شدم. گفتم الانه که دیگه بریم قاطی باقالی مقالی ها. اونقدر حساس بود که نمیشد باهاش سر هیچی بحث کرد. دوست داری یه جا نگه داری با هم بریم یه دیرینکی بزنیم؟ جواب نداد. گفتم داره با خودش فکر میکنه. پس دوباره پرسیدم. واقعا آدم بدی نبود. معاشرت باش آدمو سرگرم میکرد. وقت واسه این کارا ندارم رفیق.
اصلا تو چند سالته؟ چرا الان خونه نیستی لاله کنی؟ خوابم نمیاد. وقتی کنار کلوپ ارنی پیاده شدم و پولم رو حساب کردم، دوباره حرف ماهیا رو پیش کشید. آقا خودشم کرم داشت. ببین اگه تو ماهی بودی خود طبیعت ازت مراقبت میکرد، مگه نه؟ ها؟ تو که نمیخوای بگی وقتی زمستون میشه همه ماهیا واس بمیرن. نه ولی همینه دیگه. اینو گفت و گازش رو گرفت و رفت. رفت که رفت. هرچی میگفتی ناراحت میشد. واقعا زیادی حساس بود. دیر وقت بود ولی لب به لب تو کلوب آدم چسبیده بود. یه مش بچه پیش دانشگاهی و کالجی عوضی. تقریبا تموم مدرسه های دنیا به خاطر کریسمس رو تعطیل میکردن، جز مدرسه کوفتی ما. انقدر شلوغ بود که نمیشد حتی کتتو بسپری به پیش خدمت. البته توی جمع سکوت برقرار بود، چون ارنی داشت پیانو میزد. همچین پشت پیانو مینشست انگاری داره آپولو هوا میکنه. یک بد جور قیافه میگرفت، انگاری هیچ کس به گرد پاشم نمیرسه. سه تا زوج کنار دستم منتظر بودن جا باز شه. همشون رو نوک پا وایستاده بودن تا ارنی رو تماشا کنن. آینه بزرگی گذاشته بود جلو پیانو، یه تک نوری انداخته بود رو خودش که قشنگ قشنگ واسه همه تو ویترینی باشه. اصلا وقتی میزد انگشتاشو نمیدیدی، فقط اون صورت گنده زشتشو میدیدی. چه خبر بود. اسم آهنگی که موقعی اومدم داشت میزد نمیدونستم، ولی هرچی بود حسابی تر زده بود بهش. به اوج موسیقی که میرسید جوگیر میشد، نوتا رو بالا میگرفت و ژانگولر بازی در می آورد. خب که چی؟ که داره پیانو میزنه خبر مرگش. باید میدیدی جماعت چه سر و دستی میشکنن براش. بالا می آوردی. یکی باید جلوی این جماعت رو میگرفت. اینا همون مشنگایی بودن که سر صحنه‌های بی‌مزه فیلم‌ها به هر کره میافتادن. به خدا اگه پیانیست بودم یا بازیگر یا هر چیز دیگه، یا این جماعت خیال میکردم برای خودم کسی هستم، ریده میشد تو اعصابم. حتی دوست نداشتم تشویقم کنن. مردم همیشه برای چیزای مسخره کف میزنن. من واقعا اگه پیانیست بودم تو کمد خونم پیانو میزدم. حالا وقتی کف زدنشون تموم شد، ارنی روی صندلی چرخید و خیلی متواضع سرش خم کرد. حالا انگار چی کار کرده؟ توهم متواضع بودن زده بود تفلک. البته که نبود، فقط نوازنده خوبی بود، از اون جلای روزگار بود. آدم زیادی خودشیفته باشه همین میشه دیگه. یه جوری وقتی کارش تموم شد دلم با حالش سوخت. گمونم دیگه حتی نمیدونست درست میزنه یا نه. گناهی هم نداشت. گناهش گردن اون عوضیایی که هر کاری که میکرد براش کف میزدن. این جماعت کافیه کوچکترین فرصتی پیدا کنن تا هر کسی رو به اشتباه اندازن. بازم تریپ افسردگی برداشتم و ناامید شدم. نزدیک بود برم کتم رو پس بگیرم و برگردم هتل. ولی خیلی زود بود و همچین دوست نداشتم تنها باشم. آخر سر یه میز بوگندو بهم دادن، اونم ته سالن، درست پشت ستونی که اصلا نمیشد از اونجا چیزی دید. از اون مدل میزه ریزی که وقتی میخواستی بری پشتش بشینی بعد از بغل دستیات میخواستی بهت راه بدن، که اون حرومزاده هم معمولا این کارو نمیکردن و مجبور میشدی از روی صندلی یا رچی. سفارشمو دادم. اونجا انقدر خرتوخر و تاریک بود که فرق بچه 6 ساله رو با مرد 90 ساله نمیفهمیدن. اصلا هم براشون مهم نبود. هر چی میخواستی برات میآوردن. حتی اگه معتادم بودی کسی کاری باهات نداشت. یه مش لاشی دارم کرده بودن. روی میز کوچولوی سمت چپم درست بالا سرم یه دختر پسر مسخره‌ای نشسته بودن. همسن سالم بودن، شاید هم کمی بزرگتر. مسخره بود. معلوم بود حواسشون جمعه که زیاده روی نکنن. چون کار دیگه ای نداشتم یه کمی به حرفشون گوش دادم. پسر داشت برای دختر از بازی فوتبالی که غروبی دیده بود میگفت. باور کنید براش لحظه لحظه بازی رو گزارش میکرد. خسته کننده تر از این آدم به عمرم ندیده بودم.
معلوم بود طرفش هم حال نمیکنه، ولی از این بابا مسخره تر بود. گمونم برای همین گوش میداد. از اون ایک بیریا بود. دلم برای هر دوتاشون سوخت. ولی نمیتونستم نگاهشون کنم، مخصوصا حالا که داشتن درباره بازی مسخره فوتبال ورجی میکردن. حرفای آدمایی میز سمت راستی من که مزخرف‌تر بود. پسر شبیه این دانشگاه ییل رفته بود، با اون فلانل خاکستری مسخره و جلیقه زشتش. تمام اینایی که دانشگاه ییل میرن شبیه همن. پدرم میخواست برم ییل و یا اگه شد برم بیرینستون، ولی امکان نداره پامو بذارم توی یکی از این دانشگاه زنجیره‌ای. حتی اگه اعدامم هم کنن این کارو نمیکنم، محاله. ولی دختری که باهاش بود خوب تیکه‌ای بود، پس معرکه بود. ولی باید حرفاشو میشنیدی. اول اینکه هر دوتاشون یکمی مشنگ میزدن و یارو سعی میکرد از زیر میزم که شده کارایی بکنه و همزمان برای دختره تعریف میکرد چطوری هموطاقیش توی خوابگاه با خوردن یه عالم قرص آسپرین نصف نیم خودکشی کرده. طرفم مدام میگفت آخ چقدر بد، نکن دیگه عزیزم، بس نکن دیگه، نه 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 اونجا نه. فکرشو بکن که موقعی ور رفتم با طرف براش زر خودکشی یه یارویی هم بزنی. این چیزا بد جور حرسمو در می آورد. همینطور تنهایی برای خودم نشسته بودم، کاری جز خوردن و سیگار دود کردن نداشتم. با خودم گفتم چیکار کنم. یهو به پیش خدمت گفتم که به ارنی بگه دلم میخواد بیاد پیشم بشینه. گفتم بگه داداش دیبیم، ولی گمون نکنم پیغاممو برسونه. این عوضی ها هیچ وقت پیغام آدمو نمیرسونن. یهو یه دختری اومد بالا سرم. هولدن کالفید؟ اسمش لیلیان سیمونز بود. برادرم دیبی هر از گاهی باش بیرون میرفت. خوش خد و بالا بود. یه سلامی بهش دادم و سعی کردم از روی احترام بلند شم، ولی بلند شدنم کار حضرت فیل بود. همراه یکی از این افسرهای نیروی دریایی بود. انگاری زیر یارو پونز گذاشته بودن، یه جا بند نبود. خانم لیلیان گفت که از دیدنم خیلی خوشحال شده. پسر حرفش ته جهل بود. داداش بزرگت چطوره؟ از اولش هم باید همینو میپرسید. خوبه، رفته هالیوود. رفته هالیوود؟ واه چقدر خوب. هالیوود چی کار میکنه؟ نمیدونم، مینویسه. دوست نداشتم حرف دیبیو بزنم. معلوم بود لیلیان حسابی از اینکه دیبی رفته هالیوود کیف کرد و از این حرفا. همه کیف میکردن، مخصوصا اونایی که تا حالا داستانشو نخونده بودن. اما من کف نمی کردم، تازه حال من بد می شد. لیلیان گفت چقدر هیجان انگیز. بعد منو به این یارو دریایی معرفی کرد. اسمش ناخدا بلوپ یا همچین چیزی بود. از این آدمای تیپ غلط اندازی که فکر می کردی کمی زنانگی داره. البته اگه انگشتات و موقع دست دادن نمی شکست. خدای از این فکر متنفرم. تنهایی جونی؟ لیلیان همچین بین میزا وایستده بود که رابندون شده بود. معلوم بود دوست داره علکی راهو بند بیاره. پیش خدمت منتظر شد تا از سر راه کنار بره، ولی اون عین خیالش هم نبود. مسخره. تابلو بود پیش خدمت ازش خوشش نمیاد. تابلو تر از اون این بود که همین دریایی هم ازش خوشش نمیومد. باش بیرون اومده بود ولی ازش خوشش نمی اومد. منم که عمرن ازش خوشم بیاد. هیچکی ازش خوشش نمی اومد. یه جورایی دلت به حالش می سوخت. جونی تو با خودت قرار گذاشتی؟ حالا دیگه وایستاده بودم و لیلیان حتی به هم نمی گفت بشین. از این مدلایی که کلی آدمو معطل میکنن دیگه. به یارو دریایی گفت خوش تیپ نیست؟ هولدن تو لحظه به لحظه خوشتیپ تر میشی. یارو دریایی کشید کنار و گفت که راهو بند آورده. لیلیان گفت هولدن بیا پیش ما، لیوانت هم بیار. نه دیگه داشتم میرفتم، با یکی قرار دارم. تابلو بود مهربونیش تظاهره که مبادا یه وقت به دیوی بگم فلانی و دیدم و تحویلم نگرفت. خب باشه، داداشتو دیدی بهش بگو ازش بدم میاد. بعدش رفت.
من و یارو دریایه یکمی با هم تعارف رد و بدل کردیم که از دیدن هم خیلی خوشحال شدیم و از اینجور مزخرفات تکراری. آدم باید از این تعارف ها بکنه تا اموراتش بگذره. چون به لیلیان گفته بودم با کسی قرار دارم، بعد از اونجا میزدم بیرون. دیگه حوصله موندن اونجا و شنیدن صدای چرند پیانو ارنی هم نداشتم. اینو مطمئن بودم که دوست ندارم کنار لیلیان سیمونز و اون یارو دریایی بشینم و از کسالت دیخ کنم. بخاطر همین رفتم. وقتی کتم رو میپوشیدم داشتم از عصبانیت منفجر میشدم. ملت فقط بلدن گند بزنم به حالت. فصل 13. تا هتل رو پیاده برگشتم. چهلو یه خیابون مجلل. پیاده نرفتم به خاطر اینکه دلم خواسته باشه پیاده برم. پیاده رفتم چون حال نداشتم دوباره سوار تاکسی شم. تاکسی سواری هم این آسانسور سوار شدن گاهی خستت میکنه. یه خواهی دلت میخواد راه بری. طولانی و کوتاهی مسیرم فرقی نداره. وقتی بچه بودم 12 طبقه خونمونم با پله میرفتم. آدم نمیفهمید برف اومده. رو پیاده رو برفی نمونده بود. همه از سر با یخ میزدی. کلاه شکاری قرمزم و از جیبم در بردم و کشیدم رو سرم. به کسی مربوط نیست چه ریختیم. بازم سر رو تهش کردم. دستم از سرم و قندیل بسته بود. کاش که میدونستم کی دستکشم و تو پنیسی کش رفته. نه اینکه اگرم میدونستم میرفتم یقش رو میگرفتم و نه. از اون مدلش نیستم. معمولا رو نمی کنم که آدم شجاعی نیستم، ولی خب واقعا نیستم. مثلا اگه میفهمیدم که این کارو کرده میرفتم تو اتاق یارو میگفتم خیلی خوب ممکنه اون دستکشا رو بهم بدی؟ بعدم یارو قیافه حق به جانبی میگرفت و در میومد که کدوم دستکشا؟ بعدش دیگه پیگیر نمیشدم. میرفتم سر وقت کمدش رو دستکشا رو پیدا میکردم. لابودم جایی مثل کفش لاستیکیاش قایمشون کرده. بعد که درشون میآوردم و نشونش میدادم میگفت اینا دستکشای تو هن؟ پشمندش نگاه جلی معصومی تحویلم میداد که به عمرم اینا رو ندیدم، اگه مال توه ورشون دار. بعد لابد 5 دقیقه همونجا میموندم. بعدش دستکشا رو دستم میکردم، ولی حسم میگفت که باید بزنم فک طرف رو پیاده کنم. اما جرأتش رو نداشتم. همونجا میمونم و سعی میکنم طوری رفتار کنم که انگاری قوی تر از این حرفم. جای پیاده کردن فکشم میتونم با یه حرف بی چیزی برم تو مخش و عصبانیش کنم. اون هم میاد سراغم که کالفید درست شنیدم بهم گفتی عوضی؟ منم جای این که بگم آره که درست شنیدی، عوضی به درد نخور. لابد میگم خب دستکشام تو کفشای تو پیدا شد. همینجاست که یارو میفهمه قرار نیست بزنم فکش رو پیاده کنم و در میاد که ببین زر مف نزن. داری میگی من دزدم؟ بعد حتما میگم که کسی به کسی نگفت دوست. من فقط دیدم دستکشام تو کفشای تو بودن. اینطوری میتونم ساعتو کشش بدم.
آخر سرم بدون اینکه نفلش کنم از اتاق میزنم بیرون. میرم دستشویی و سیگاری میگیرم و به قیافه جدی خودم تو آینه نگاه میکنم. کل راه برگشت و هتل رو تو فکر همین چیزا بودم. بزدل بودن اصلا خوب نیست. البته شاید اونقدران بزدل نباشم، چه میدونم. گمونم گاهی بزدل میشم و گاهی هم کسی که گم شدن دستکشان برام مهم نیست. یکی از ایرادام اینه که وقتی چیزی رو از دست میدم بیخیالش میشم. بچه که بودم همین اخلاقم مامانمو حسابی عصبانی میکرد. خیلی هستن که وقتی چیزی رو گم میکنن اونقدر پاپیش میشن تا پیداش کنن، ولی خب من هیچ وقت خودمی نبودم که به چیزای گم شدم اهمیت بدم. شاید دلیلش همین بزدلیم باشه. البته بهانه خوبی نیست. نه، دلیل نمیشه. آدم هر چی میخواد باشه ولی بزدل نباشه. اگه قراره بزنی فک یکی رو پیاده کنی و دلت میخواد بزنی، حتما برو بزن. ولی من نمیتونم. ترجیح میدم یکی رو از پنجره پرت کنم بیرون یا گردنش رو با تبر بزنم تا بگوبم تو فکش رو پیادش کنم. من واقعا از دعوای دستی متنفرم. مهم نیست کتک بخورم، راستش اهمیت نمیدم، ولی تو دعوای دستی فقط نگران صورت طرفم. نمیتونم با طرف رخ به رخ بشم. به نظرم بد نیست اگه هر دو طرف چشم‌بند بزنن. اگه خوب فکر کنی میبینی این خودش یه جور بزدلیه. البته بزدلی بامزه. نه، بزدلیه. خودمو که نمیتونم دست بندازم. هرچی بیشتر به دستکش و بزدلی فکر میکردم بیشتر حالم گرفته میشد. تصمیم گرفتم جای این فکر رو برم یه جایی بشینم و یه چیزی بزنم به بدنم تا گرم بشم. تو ارنی چیز زیادی نخورده بودم، سه تا بود، تازه سومیش هم نصفه بود. خب من ظرفیتم بالاست، اگه سر حوصله باشم انگار نه انگار که چیزی خوردم. مدرسه وتون که بودیم با یکی به اسم ریموند گولدفرب دوست بودم. یه بطری گرفت و شنبه شب رفتیم تو اتاق دعا که کسی نبینده من. ریموند رفت قاطی باقالیا، ولی من انگار نه انگار فقط خیلی منگ و بیخیال شده بودم. قبل از خواب عق زدم ولی چیزی بالا نیاوردم، چون زورکی بود و انگوش کرده بودم ته حلقم. قبل از اینکه به هتل برسم اومدم برم تو بار درب و داغونی که دوتا آدم مشنگ ازش بیرون اومدن و میخواستم بدونن مترو کدوم وریه. یکشون شبیه کوبایی ها بود. آدرس که میدادم دهن بوگندشو گرفته بود تو صورت من. همین بیخیالم کرد برم اون تو. برگشتم هتل. لابی سوتا کور بود، بوی گوه سیگار میداد. 50 میلیون سیگار توش کشیده بودن. خوابم نمی اومد و حس مزخرفی داشتم. واقعا بدجوری افسرده بودم. آرزو می کردم یکاش می مردم. تو همین حال احوال بودم که برام شهر درست شد. تا پا گذاشتم تو آسانسور، یارو آسانسور چیه بهم گفت: رفیق، دوست داری خوش بگذرونی یا اینکه خیال میکنی دیر وقته؟ منظورت چیه؟ نمیدونستم چی زده. دوست داری امشب حالشو ببری؟ من؟ جواب احمقانه تر از این. ولی خب چی باید میگفتم؟ آدم خجالت میکشه وقتی یکی صاف میاد همچین سوال مسخره میپرسه ازش. یارو آسانسور چی ازم پرسید؟ چند سالت رئیس؟ چطور؟ 22. آهان، خب آره یا نه؟ هستی؟ دوری 5 دلار، شبی 15 تا. به ساعت مچیش نگاه کرد. تا ظهر فردا دوری 5 تا، تا ظهر فردا 15 تا. خب خلاف تمام قواعد و اصولم بود، اما قبول کردم. اونقدر افسرده بودم که به اصولم فکر نمی کردم. مشکلم هم همینجا بود. وقتی آدم افسرده است فکرش درست کار نمی کنه. چی باشه؟ 5 یا 15؟ بگو بدونم. همون 5.
باشه. اتاق چندی؟ به جا کلیدی قرمزم نگاه کرد. اتاق 12 22. هنوز شروع نشده قصم گرفته بود. چرا گذاشتم شروع بشه؟ ولی دیر شده بود دیگه. باشه، 15 دقیقه دیگه یکی رو برات میفرستم. درهای آسانسور رو باز کرد و اومدم بیرون. هی، خوشگله، خیلی زایه نباشه ها. نه زایه نیست، نگران نباش رئیس. باید به کی حساب کنم؟ با خودش. برو رئیس، سخت نگیر. درها رو صاف جلو صورتم بست. رفتم اتاق و به موهام آب زدم. ولی آدم موی مدل کلاغی که شونه نمی کنه. بعد امتحان کردم ببینم دهنم بوی سیگار میده یا نه. کافی بود دست بگیری جلو دهنتو طوری ها کنی که نفست بخوره به دماغت. خیلی بو نمیداد ولی مسواک زدم. بعد لباس تمیز پوشیدم. نه اینکه خودم رو برای طرف شیک و پیک کنم و نه، ولی اینجوری لااقل داشتم یه کاری میکردم. حالم داشت بهتر میشد ولی هنوز عصبی بودم. راستشو بخوای من هنوز پسرم. واقعا پسرم. چند تایی فرصت برای مرد شدن داشتم ولی هیچ وقت نشد که نشد. همیشه یه اتفاقی می افتاد. مثلا اگه می رفتی خونه یه طرف، همیشه پدر مادرش خونه بودن. یا از این می ترسیدی که هر لحظه سر برسن. اگه هم رو صندلی عقبی ماشین نشسته باشی، همیشه یه جفت آدم هم صندلی جلو هستن و همه ی حواسشون هستش. یعنی دختری که صندلی جلو نشسته سر می گردونه ببینه عقب چه خبره. به هر حال همیشه اتفاقی می افتاد که نمی شد. یکی دو بار تا پاش رفتم. یه بارشو خوب یادمه. ولی بازم یه اتفاقی افتاد. یادم نیست چی. مسئله اینه که خیلی مواقع وقتی تا پای کار میری طرف بهت میگه بس کن، به خصوص اگه کار شریفشی نباشه. مشکل منم اینه که اگه بگم بس کن بس میکنم. خیلی ها بس نمیکنن ولی من نمیتونم. نمیدونی واقعا دلش میخواد بس کنی یا اینکه حسابی ترسیدن و میگم بس کنی که اگه بس نکردی گناهش گردن تو باشه نه اونا. به هر حال من بس میکردم. مشکلم این بود که دلم به حالشون میسوخت. میدونی خیلی از دخترها خنگ منگن. کافیه کاریشون بکنی اون وقت خول میشن. وقتی برای دخترها بالا میزنه عقلشون حسابی از دست میدن. نمیدونم. به هم میگم بس کن، منم بس میکنم. کاش بعد از این که میرسوندمشون خونه بس نمیکردم. ولی من همیشه بس میکردم. ولش کن. بعد از این که لباس تمیز دیگه پوشیدم حساب کردم الان موقعیت خوبیه. گفتم اگه طرف این کاره باشه میتونم باهاش تمرین خوبی کنم که اگه یه روزی زنگ گرفتم حسابی کار بلد باشم. با این نگران این چیزا میشم. تو مدرسه ووتون توی یه کتابی خوندم که شخصیتش آدم حسابی فهمیده و زبلی بود. اسمش هنوز یادم مونده، موسیو بلانشر. کتاب چرندی بود ولی این بابا خیلی آدم حسابی بود. ویلای بزرگی تو ریویرا داشت، اروپایی بود. کارش این بود که تو ویلاش زنا رو با چماق بزنه. آدم بی نزاکتی بود ولی زنا براش می مردن. یه جایی از کتاب می گفت که تن زن عین ویالونه و نواختنش نوازنده چیره دستی می خواد. کتاب افتضایی بود. از همون اوایل کتاب تابلو بودش. ولی این حرفش درباره ویالون از سرم بیرون نمی رفت. به خاطر همین گفتم اگه می خوام ازدواج کنم تمرینکی داشته باشم. پسر فکر کن کالفید و ویالون جادویش. میدونم زایی هست ولی نه خیلی. کاربلد بودن همچینم بد نیست. راستش نصف مواقعی که با دختر بودم بزرگترین مشکلم این بود که بدونم چی جاش کجاست. میگیری منظورمو؟
توی همون موردی که گفتم میشد تا تهش برم، ولی نرفتم. فقط یه ساعت طول کشید ببینم این قلابه پشت بندش کجاست. انقدر طولش دادم که وقتی بازش کردم طرف میخواست توف بندازه تو صورتم. حالا توی اتاق برای خودم قدم میزدم و منتظر طرف بودم. خدا خدا میکردم که خوشگل باشه. البته اونقدری هم مهم نبود. بالاخره یکی در زد و وقتی رفتم بازش کنم پام گرفت به ساک لعنتیم که گذاشته بودم از سر راه و زانم داغون شد. اینم از شانس گوه منه. وقت از این بهتر برای کله پا شدن نبود. در حالی که باز کردم خانم پشت در منتظر بود. پالتوی پشم شتری پوشیده بود و کلاه سرش نبود. موبور بود ولی از این بورا که خودشون رنگ کردن. پیر پتالم نبود. خیلی مؤدبانه گفتم حال شما چطوره؟ تو همون یارویی که مارکوس گفت؟ اصلا مؤدب نبود. همون آسانسورچی رو میگی؟ آره. بله خودمم. چرا نمیهیم تو؟ هرچی بیشتر میگذشت سوتیام بیشتر میشد. خیلی داشتم سوتی میدادم. اومد تو و کتش رو در آورد و انداختش رو تخت. زیرش یه لباس سبز پوشیده بود. بعد نشست روی صندلی کنار اتاق، همونی که پشت میز بود. بعدم پاشو آهسته تکون میداد. پا رو پا انداخته بود و پاشو آرومه ای تکون میداد. نسبت به شغل شریفش آدم عصبی بود. خیلی هم عصبی بود. دمانم به خاطر سن کمش بود. هم سن و سال خودم به نظر می رسید. نشستم روی صندلی بزرگ کنار دستش و بهش سیگار تعارف کردم. نه نمی کشم. صدای جیغ جیغی آرومی داشت. به زور حرفاشو می شنیدی. هرچی تعارفش می کردی تشکر نمی کرد. انگار ادبش در همین حد بود. گفتم بذارین خودم رو معرفی کنم. من جیم استیلم. ساعت داری؟ قطعا اسمم براش مهم نبود. راستی تو چند سالته؟ من 22. آره جون خودت. حرف بامزه‌ای بود. انگاری واقعا بچه بود. آدم خیال میکنه کسی با شغل شریف خانم معمولا جای این که بگه آره جون خودت، بگه برو خودتو مسخره کن یا حتی زر نزن. ازش پرسیدم خودت چند سالته؟ دختر باهوشی بود، چون گفت اونقدری بزرگ هستم که بدونم چی به چیه. بازم پرسید ساعت داری یا نه. بعد پا شد. همین که پا شد فهمیدم چه خبره. لابد میخواست کارو شروع کنه. میدونم که اینطور مواقع آدم باید کلی کیفور شد، ولی من واقعا نشدم. فعلا کیفور شدن آخرین حسی بود که ممکن بود داشته باشم. الان جای کیفور بودن واقعا بیشتر افسرده بودم. هی ساعت داری یا نه؟ نه نه ندارم. پسر عجب حس غریبی داشتم. ازش اسمشو پرسیدم. از وضعی که به خودش گرفته بود حسابی خجالت میکشیدم. اسمم؟ سانی. بیا دیگه، دلت نمیخواد یکم با هم صحبت کنیم؟ حرف بچگانه بود ولی خیلی حس عجیب غریبی داشتم. زیاد که عجله نداری. همچین نگام کرد انگار داره دیوونه ای رو نگام کنه. گفت میخوای از چی حرف بزنیم؟ نمیدونم، حرف خاصی ندارم. گفتم شاید دوست داشته باشی با هم گپ بزنیم. دوباره نشست رو همون صندلی کنار میز. معلوم بود خوشش نیومده. دوباره آروم پا تکون داد. شک نکن طرف عصبی بود. هنوزم سیگار نمیکشی؟ یادم نبود گفته که سیگاری نیست. من سیگاری نیستم. گوش کن، اگه میخوای حرف بزنی بزن، من کار دارم، بیکار نیستم. باش حرفم نمیومد. خواستم ازش بپرسم چطوری به این راه شریف کشیده شده و این حرفا، ولی واقعا ترسیدم. احتمال جواب دادنش کم بود. بالاخره گفتم اهل نیویورک که نیستی؟
دیگه به ذهنم نرسید. اهل هالیوودم. بعد بلند شد رفت کنار تخت، جایی که لباسش بود. آویز داری؟ نمیخوام پالتوم چروک بشه، تازه گرفتمش. ترجمه گفتم آره. از این که از جون بلند شدم و براش کاری میخواستم بکنم خوشحال میشدم. لباسشو گرفتم و رفتم طرف کمد آویزونش کردم. خنده دار بود. وقتی لباس آویزون کردم تکر شدم. به لحظه ای فکر کردم که رفته مغازه اینو خرید و هیچ کس تو مغازه متوجه شغل شریفش نشده. فروشنده وقتی داشته اینو بهش میفروخته پیش خودش خیال کرده که اونم یه دختره مثل همه یه دختره دیگه. این موضوع خیلی به هم ریخت، نمیدونم چرا، ولی خیلی ناراحت شدم. دوباره نشستم و خواستم حرفم از سر بگم، اصلا نمیشد باش دو کلمه پیش رفت. ببینم تو هر شب کار میکنی؟ بعد از اینکه پرسیدم فهمیدم چه سوال افتضاحی بوده. آره. دور اتاق را افتاده بود، منوی هتل از روی میز برداشته بود و داشت میخوند. روزه چی کار میکنی؟ شونه بالا انداخت. دختر لاغری بود. میخوابم، میرم سینما. منو رو گذاشت سر جاشو نگام کرد. خب دیگه همه یه شب و وقت ندارم. ببین امشب همچین حسشو ندارم، شب خسته کننده ای داشتم، باور کن راست میگم. پولتو میدم ولی اگه اشکالی نداره کار دیگه ای نکنیم، میشه؟ مشکل این بود که اصلا دوست نداشتم اون کارو بکنم. راستش افسرده تر از اون بودم که بتونم. دختر ناراحتم میکرد. اون لباس سبزش که تو کمد آویزون بود واقعا افسردم کرده بود. در ضمن فکر نکنم دوست داشته باشم این کارو با کسی بکنم که تمام روزش رو پای تماشای فیلمای دوزاری میگذرونه. اومد طرفم. یه قیافه بامزهی به خودش گرفته بود. انگاری باورش نمیشد. مشکل چیه؟ مشکلی نیست. دیگه واقعا داشتم عصبی میشدم. این اواخری عمل جراحی داشتم، همین. عمل؟ کجا تو عمل کردی؟ چیز کلایکور. ها؟ این دیگه کجاست؟ کلایکور. خب جاش دقیقا توی مجرای ستون فقراته، اون ته سه ستون فقرات. جدی؟ پس عمل سختیه. بعد نشست کنار دستم، گفت تو خیلی نازی. بعد جلو داشت عصبی میکرد. سعی کردم ازش فاصله بگیرم، گفتم هنوز تو دوره نقاهتم. شبیه یکی از این بازیگرایی. اسمش چی بود؟ خودت بگو اسمش چی بود. اسمش چی بود ها؟ من چه میدونم. از کنار دستم کنار نمیرفت. مطمئنم میشناسیش، تو این فیلمه با ملوین داگلاس بازی میکرد. اونی بود که نقشه داداش کوچیکه ملوین داگلاس رو بازی میکرد، همون که از قایق پرت شد. میدونی کیو میگم؟ نه نمیدونم، خیلی کم میرم سینما. همینجا بود که شروع کردن مسخره بازی در آوردن. میشه بحث کنی؟ حالشو ندارم. گفتم حالشو ندارم که، تازگی عمل کردم. از کنارم جوم نمیخورد، ولی یه نگاه ناجوری تحویلم داد و گفت ببین، من خواب بودم اون موریس عوضی بیدارم کرد. اگه خیال میکنی. گفتم پولتو میدم دیگه. پولو میدم، مشکل پول نیست، فقط این که من الان دارم دوره بعد از عمل سنگینم رو میگذرونم، میدونی که. پس چرا با اون موریس عوضی گفتی یکی رو برات بفرسته بیاد؟ اگه آدم عمل کرده باشه که دیگه نمیتونه کاری بکنه ها؟ خیال کردم میتونم، ولی تو محاسباتم اشتباه کردم، جدی میگم. ببخشین اگه یه لحظه بلندشی میرم کیف پولمو میارم، جدی میگم. خیلی بهش برخورده بود، ولی بالاخره پشت شد و منم رفتم کیف پولمو از قفسه برداشتم. 5 دلار از توش در آوردم و گرفتم طرفش. خیلی ممنون، یه دنیا ممنون. این که 5 تاست، 10 تا میشه. دیگه شوخیش گرفته بود، معلوم بود. فکرشو میکردم آخرش همین بشه.
مارکوس گفت 5 تا، گفت 15 تا تا اصل. 5 تا همینطوری. همینطوری خرجش 10 تاست. اون گفت 5 تا. ببخشین خیلی عذر میخوام، ولی همینقدر بیشتر نمیتونم بدم. یه جورایی این قبل شونه بالا انداخت و خیلی خوش گفت: ممکنه کتمو بهم بدی یا میافتی تو زحمت؟ آدم ازش میترسید، با اون صدای جیغ جیغی خوب میتونست بترسوندت. اگه یکی از اون پیرپاتالهی بود که خودشون یه خروار آرایش کرده بودن، بازم اینقدر ترسناک نبود. رفتم لباسش آوردم، پوشید و پالتوش از رو تخت برداشت. گفت: خدافظ انتر کسافت. خدافظ. نه تشکری کردم نه چیزی. خوشحالم که ازش تشکر نکردم. فصل 14. بعد از اینکه سانی خانم گذاشت رفت، برای خودم رو صندلی نشستم و چند نخ سیگار دود کردم. بیرون داشت آفتاب میزد. اگه بدونی چه حس بدی داشتم. اونقدر افسرده بودم که نگو، نمیدونستم چی کار کنم. این شد که شروع کردم بلند بلند با ال حرف زدن. هر وقت که دیگه افسردگیم از حد میگذره باهاش حرف میزنم، مدام بهش میگم بره خونه دوچرخشو بردار و بیاد پیشم جلو خونه بابی فالون. بابی فالون تو میان که بودیم همسایه‌مون بود. صحبت سالها پیشه. داستان این بود که یه روز بابی و من با دوچرخه میخواستیم بریم دریاچه. میخواستیم نهار خودمونم ببریم، البته تفنگ بادیامونم میخواستیم ببریم. بچه بودیم دیگه، میگفتیم میبریم شکاری چیزی بزنیم. ال شنید که برنامه‌مون چی و خواست بیاد و من اجازه ندادم. گفتم بچه است. از اون موقع به بعد هر وقت حالم خیلی گرفته است بهش میگم باشه، برو خونه دوچرخه‌تو بردار بیا جلو خونه بابی پیشم، زود باش. نه که با خودم هیچ جا نبرمش، میبردمش، ولی اون روز نبردمش. همچین ناراحتم نشد. هیچ وقت از هیچی ناراحت نمیشد، ولی هر بار افسردگیم بالا میزد یاد اون روز میافتادم. بالاخره لباسمو درآوردم که بکپم. وقتی رفتم روی تخت دلم میخواست جلوی تخت زانو بزنم و دعا کنم، ولی نتونستم. هر وقت لازمه نمیتونم دعا کنم. اول از همه این که یه جورایی از این آدمای بی ایمانم. مسیح رو دوست دارم، ولی بقیه چیزایی که تو کتاب اومده رو واقعا نمیپسندم. مثلا چی؟ خب مثلا حواریون. راستش خیلی رو اعصاب من. بعد از مرگ مسیح خیلی خوب شدم، ولی تا وقتی زنده بود معلوم نبود به چه کارش میومدن. اونا مدام به این ادعاهال میزدن. هیچ جوره راه نداره دوستشون داشته باشم. راستش بعد از مسیح از اون دیوونه خوشم میاد. همون دیوونه‌ای که تو مقبره‌ها بود و مدام خودشو با سنگ زخم و زیلی میکرد. اون مرده که بدبخت و 10 برابر بیشتر از حواریون دوست داشتم. وقتی این مدرسه ووتون میرفتم، چند باری سر این موضوع با یکی از بچه‌ها به اسم آرتو چارلز بحثم شد. اتاقش ته راه رو بود. از این آدم سفت و سخته بود و کتاب مقدس از دستش جدا نمیشد. بچه خیلی خوبی بود و ازش خوشم میومد.
ولی هیچ وقت نمیتونستم سر خیلی از بحثای کتاب مقدس باشتم بدم بذارم، به خصوص سر حواریون. مدام میگفت اگه ازشون خوشت نمیاد پس از مسیح هم خوشت نیومده. دلیلش هم این بود که چون مسیح خودشون را انتخاب کرده پس باید ازشون خوشت بیاد. میگفتم درست، انتخابشون کرده، ولی تصادفی انتخابشون کرده. میگفتم وقت نداشته بشینه دونه دونه آنالیزشون کنه. سرزنشش نمی کردم. تفلکی زیاد وقت نداشت. یادم از اون پرسیدم خیال میکنه اون یهودا که خیانت کرد بعد از اینکه خودش رو سر بنیز کرد رفت جهنم یا نه. چایلد مطمئن بود که رفته جهنم. بحث منم باهاش درست سر همین حرفه بود. گفتم باهاش $1000 شرط میبندم که مسیح هیچ وقت یهودا رو نفرستاده جهنم. هنوزم اگه $1000 داشته باشم باهاش شرط میبندم. مطمئنم هر کدوم از اون حواریون بودن یهودا رو یه ضرب میفرستادن جهنم، ولی مسیح این کارو نمیکرد. چایلدز گفت ایراد من اینه که کلیسا نمیرم. این یکی رو یه جورایی قبول داشتم. واقعا نمیرفتم. دلیلش این بود که مامان بابام دینای متفاوتی داشتن و برای همینم ما بچه‌ها توی خانواده یه جورایی بی‌اعتقاد شده بودیم. از طرفی هم تحمل اسقف جماعتو ندارم. تو هر مدرسه‌ای که پا گذاشتم یکشون اونجا بوده. همشون هم لحن بزرگوارانه و مثلا مقدسی به خودشون می‌گرفتن. وای که چقدر از این لحن متنفرم. یعنی نمیشه این آدم حرف بزنن. صدای جلی برای خودشون میسازن که چی؟ حالا تو تخت که بودم دیدم نمیتونم دعا کنم. هر بار میخواستم شروع کنم سانی خانمو میدیدم که داره به هم میگه عوضی کسافت. بالاخره از جام پا شدم و یه سیگار دیگه روشن کردم. مزه چرتی داشت. از وقتی پنسیو ول کردم باید دو پاکتی کشیده باشم. یهو همونطور که دراز کشیده بودم یکی در زد. خدا خدا میکردم که در من نباشی یا اشتباهی زده باشم، ولی میدونستم اشتباهی در کار نیست. نمیدونم رو چه حسابی میدونستم با من کار دارن. حتی میدونستم کی بود. روانی هم دیگه. اسمشو پرسیدم. خیلی ترسیده بودم. تو اینطور موارد حسابی موش میشم. دوباره در زد. محکمتر از قبل. بالاخره از تخت بلند شدم. فقط پیژامه پام بود. در رو باز کردم. آفتاب اونقدی زده بود که لازم نباشه چراغ روشن کنم. سانی خانم و اون یارو آسانسور چیه پشت در بودن. چی شده؟ چی میخواین؟ پسر اگه بدونی چطور صدام میلرزید. چیزی نمیخواییم. $5 ناقابل. آسانسور چیه خودش به نمایندگی از هر دوتاشون حرف میزد. سانی خانم همونجا با فک باز کنار دستش ایستاده بود. پولو که دادم، بهش $5 دادم، از خودش بپرس. صدام هنوز میلرزید. $10 میشه رئیس. بهت که گفته بودم $10. 15 تا هم تا ظهر. بهت گفته بودم. اینو بهم نگفتی. گفتی $5. گفتی 15 تا واسه ظهر. ولی مطمئنم گفتی. سر کیسه رو شل کن رئیس. واسه چی؟ همچین قلبم طلب طلب میکرد که نگو. کاش لاقل لباس تنم بود. خیلی بده که پیژامه به پا برات یه همچین اتفاقی بیافته. ناز نکن رئیس. بعد با اون دست نیک بعدش کوبی تخت سینم. نزدیک بود از پشت بخورم زمین. مرد کهوزی. بعد دیدم بازستانی خانم اومدن تو. همچین رفتار میکردن انگار صاحب اتاقن. سانی نشست لبه پنجره. موریس نشست رو صندلی بزرگ و یقش رو شل کرد. یه دست لباس آسانسورچی ها رو پوشیده بود. پسر اگه بدونی چقدر ایستریک بودم. خب دیگه رئیس. بجام. بعد برگردم سر کار. 100 بار بهت گفتم. من بهت بدهکار نیستم. $5 رو بهش دادم. شعر نگو. پولو رد کن بیاد. آخه چرا باید $5 دیگه بهش بدم؟ کوفتی صدام از همه اینو بدتر بود. میخوای منو بتیغین؟ موریس تموم دکمه‌های لباس فرمشو باز کرد. زیرش فقط یه یقه بی خودی داشت.
بقیه تنش لخت بود. پیراهنی داشت، شکمش عین خرس گنده و پشماله بود. کسی اینجا کسی رو نمیتیقه. زود باش رئیس. ازم نشنید. از جاش پاشد اومد طرفم. یا خیلی خیلی خسته بود یا خیلی خیلی بی‌اعصاب. به خدا ترسیده بودم. یادم میاد از شدت ترس دستامو به هم چسبوندم. گمونم اگه فقط پیژامه پام نبود اوضاع اینقدرم وحشتناک به نظر نمی‌رسید. برو بیارش رئیس. اومد تو شکمم. مدام میگفت رئیس برو پولو بیار. کودن تمام عیار که میگفتن این بابا بود. نه رئیس، اگه مجبورم کنی برات گرون تمام میشه. نمیخوام کاری بکنم، ولی انگاری دیگه مجبورم. تو به ما $5 بدهکاری. من بهتون $5 بدهکار نیستم. ننه بابات میدونن توی بچه مایه دار شب و باکی بودی ها؟ مردی که این نکبت حواسش به همه چی بود. ولم کن، اگه از اول میگفتی 10 تا قبول بود، ولی گفتی پولا میدی یا نه. چسبوندم به دیوار. همچین روم حوار شد که شکم خرسیش مدام به هم میخورد. ولم کن، از اتاق من گمشین بیرون. هنوزم دستمو صفر گرفته بود. خدایا آدم از من بزدلتر پیدا میشه؟ سانی برای اولین بار حرفی زد. هی موریس، میخوای برم کیف پولشو بیارم؟ آره برو بیارش. میرم بیارمش. گفتم به کیف پولم دست نزنین. سانی گفت آوردمش. $5 که از سوش در آورده بود و جلوم تکون تکون داد. دیدی؟ فقط پولی ها که به هم بده کاری برمیدارم. دل دوست نیستم. یه خود دادم زیر گریه، گریه‌ای که حاضر بودم برای نیومدنش هر کاری بکنم. نه شما دل دزدین، $5 ازم دزدیدین. موریس گفت خفه شو. محکم کوبی تخت سینم. سانی گفت آهای بلش کن، بیا بریم، پولمون ازش گرفتیم، بیا بیا بریم، بیا دیگه. گفت الان میام، ولی نرفت. بیا دیگه موریس، بلش کن. موریس گفت کیکی اذیت میکنه. همچین گفت هرکی ندونه خیال میکنه آقا چه مرد شریف و بزرگواریه. بعد انگشتشو گرفت جلوی پیژاممو بشکن زد. نمیگم کجا رو گرفت و چرخوند، ولی اونچنان دردم گرفت که نگو. گفتم تو یه لجن کسافتی. پرسید چی گفتی؟ بعد دستشو ساگبونه گوشش کرد، یعنی نشنیده و منتظر جوابه. چی گفتی تو؟ ها چی؟ هنوز داشتم گریه میکردم، عصبی و ناراحت بودم، داشتم دیوونه میشدم. باز تکرار کردم تو یه لجن کسافتی. آره تو یه لجن کسافت تیغزنی. تا 2 سال دیگه میشی یکی از آشولاشای کنار خیابون که میزنن روشونه مردم ازشون پول قهوه گدایی میکنن. رو کت کثیف پاره پورت انو آب دماغ چسبیده. پسر گروب زد تو دلم. منم حتی زحمت ندادم کنار بکشم یا جا خالی بدم، فقط ضرب مشتشو توی شکمم حس میکردم. هنوز از نا نیفتاده بودم، چون یادم همینطوری که روی زمین بودم سقفو میدیدم و اون دوتا رو هم که چطور از اتاق دارن بیرون میرن. از جام پا نشدم. درسته این همون بلوی سرم آورد که استرتلیتر سرم آورد. فقط این بار حس میکردم میمیرم. جدی جدی گفتم کارم تمومه. خیال میکردم دارم غرق میشم. نفسم بند اومده بود. داشتم خفه میشدم. از جام که پا شدم دلا دلا تا دستشوی رفتم. حتی نمیتونستم دستم از روی شکمم بردارم. وای من خولم، به خدا خولم. وسط راه دستشویی شروع کردم بازی کردن، مثلا تیر خورده بودم. گفتم موریس به هم تیر زده. حالا هم تو راه دستشویی نیستم، دنبال جاییم که بشینم و دیرینگ بزنم و به اعصابم مسلط شم و برگردم انتقام بگیرم.
خودمو میدیدم که دارم از دستشویی مرتب و تمیز بیرون میام و کلتم تو جیبم و کمی تلو تلو میخورم. بعد به جای آسانسور از پله پای میرم، دست میگیرم به نرده ها تا زمین نخورم. گاییم یه خونی از گوشه دهنم چکه میکنه. همینطوره که دستمو به شکمم گرفتم یه چند پله پای میرم. خونم اجاره برمیداره، دکمه آسانسور رو میزنم. تا موریس در رو باز میکنه و چشمش میفته به کلتم دادش میره هوا. از ته دل داده بلندی میزنه که بلش کنم، ولی میکشمش. میکشمش. 6 تا تیر تو اون شکم موخرسی گندش خالی میکنم و خلاص. بعد خودم رو تا اتاق میکشم و به جین زنگ میزنم بیاد پانسمانم کنه. جینو میدیدم که برام سیگاری روشن کرده تا بکشم. یادم یه ساعت تو دستشویی موندم، دوش گرفتم، بعدم برگشتم روی تخت. به هیچ وجه خسته نبودم و کمی طول کشید تا خوابم برد. بیشتر از هر چیزی به این فکر میکردم که خودکشی کنم. دوست داشتم از پنجره بپرم پایین. اگه مطمئن بودم به محض اینکه میخورم زمین کسی هست تا پارچه‌ای چیزی روم بندازه در جا میپریدم. دوست نداشتم جماعت فضول بدن آش و لاشم رو تماشا کنن. فصل 15. همچین خوب نخوابیدم. نزدیک ساعت 10 بیدار شدم. با کشیدن اولین سیگار گرسنه‌ام شد. آخرین غذایی که زده بودم همون دوتا همبرگری بود که موقع سینما رفتم با بروسارد و اکلی خوردم. صحبت یه قرن پیشه. تلفن کنار دستم بود. اومدم زنگ بزنم پایین برام صبحونه بیارن، ولی ترسیدم بدم موریس بیاره. اگه خیال میکنی کشته مرده دیدنش بودم پاک خول شدی. به خاطر همین رو تخت دراز کشیدم و یه سیگار دیگه روشن کردم. با خودم فکر کردم به جین زنگ بزنم ببینم رسیده خونه یا نه، ولی استش نبود. گفتم عوضش زنگ میزنم سالیز، اون میره مدرسه ماری ای وودروف. تازه میدونستم خونه است، چون 2 هفته پیش ازش نامه داشتم. همچنین خیلی ازش خوشم نمیومد، ولی سالها بود میشناختمش. در کمال مشنگیم خیال میکردم خانم نابغه است. دلیلش این بود که از تئاتر و نمایشنامه و ادبیات و این حرفو خیلی سر در میآورد. خب اگه کسی از این جور چیزا سر در بیاره خیلی طول نمیکشه تا آدم بفهمه چیزی بارشه یا نه. در مورد بند خدا سالی یه چند سالی طول کشید تا فهمیدم. گمونم اگه اینقدر بهش نزدیک نمیشدم زودتر میفهمیدم. این مشکل اساسی منه که خیال میکنم به هر کی نزدیک میشم لزومن آدم باهوشیه. اینش ربطی به طرف نداره، ولی مدام اینطوری فکر میکنم. بلش کن. بهش زنگ زدم. اول از همه مستخدمشون جواب داد، بعد گوشی رو داد دست باباش، بعد رسید به خودش. سالی؟ بله بفرمایین. به این میگن جعل ریز.
من به باباش گفته بودم کیم، ولی باز طوری رفتار میکرد که انگار مثلا نمیدونه کی پشت خطه. هولدن کالفیدم، خوبی تو؟ هولدن، خوبم، چطوری تو؟ خوب، توپ. ببین امروز کاری نداری؟ یک شنبه است ولی یکی دوتا فیلم پخش میشه، از همینه که واسه خیری و اینا میذارن. دوست داری بریم؟ آره که دوست دارم، خیلی هم خوبه. خیلی هم خوبه، وای، از این جمله حالم به هم میخوره، جهل مطلقه. همون لحظه به سرم زد بیخیال فیلم میلم و این داستانه بشم، اما یهو شروع کردیم حرف از این اون زدن، یعنی بیشتر اون. هیچ وقت نمیشد حرفی روی لب نگه داشت. اول به هم گفت یاروی از هاروارد اومده سراغش، احتمالا باید سال اولی باشه، ولی خب اینو نگفت. یارو انگاری خیلی به همش ریخته، صبح و شب به زنگ میزده، صبح و شب مدام، وای داشتم خفه میشدم. بعدش از یاروی دیگه گفت که تو وست پوینت دانشجوی افسری بود، میگفت این بابا هم خودشو سر سالی جر داده. غلط اضافی بهش گفتم زیر ساعت هتل بالتیمور ساعت دو هم دیگه رو میبینیم و دیر نکنه، چون فیلم ساعت دو نیم حتما شروع میشه. اونم که همیشه دیر میکرد. بعد قطع کردم. با اینکه دختر خوشگلی بود ولی همیشه میرفت رو اعصابم. بعد از تنظیم قرارم با سالی از روی تخت بلند شدم و لباس پوشیدم و ساکم و بستم. قبل از رفتن از پنجره نگاهی به بیرون انداختم ببینم آدمای دیشبی هنوز برنامهشون برقراری یا نه، که دیدم پرده رو کشیدن. صبح شده بود و یادشون افتاده بود باید یه کمی حیا داشته باشن. بعد با آسانسور رفتم پایین اتاقو پس دادم. موریسو ندیدم، البته همون بهتر که چشمم به عناقو نیفتاد. تاکسی گرفتم ولی نمیدونستم کجا میخوام برم، جایی نداشتم. یک شنبه بود و تا چهار شنبه خونه نمی رفتم. نهایتش سه شنبه می رفتم. حالا اینکه برم هتل دیگه ایم نداشتم و باز دوباره برنامه ی چیزی پیش می اومد. به راننده گفتم ببرم ایستگاه مرکزی راه آهن کنار هتل بالتیمور. با سالی همونجا قرار داشتم. گفتم بیرم ساکا رو می زارم توی صندوق امانت و بعد صبحونه می زنم. بگین اگه گرسنه‌ام بود. تو تاکسی پولامو چک کردم، دقیق یادم نمیاد چقدر داشتم ولی میدونم خیلی نبود. تو دو هفته این چی پول خرج کرده بودم، خیلی خرج کرده بودم پسر، بعد جور آدم ول خرجی بودم. اگه هم خرج نمی کردم گم می کردم. نصف مواقع یادم میره بقیه پولامو از رستورانا و کلوپایی که میرم بگیرم. مامان بابام کفری میشن. گناهی هم ندارم واقعا، البته بگم پدرم ورزش خوبه. نمیدونم چقدر در میاره چون هیچ وقت سر مسئله مالی حرف نمیزنه، ولی حدس میزنم خیلی خوب در میاره، وکیل یه شرکته. خلاصه پول خوبی میگیره، سرمایه گذاریش رو نمایشهای برادوی هم دلیل دیگه حوزه مالی خوبشه. تئاترش همیشه شکست تجاری میخورن و مامانم از دستش خیلی کفری میشه. مامانم از وقتی برادرم اهل مرده زیاد حالش خوب نیست، خیلی عصبی شده. همین عصبی شدنش یکی دیگه از دلایلم برای پنهان کردن اخراج شدنم از پنسی بوده. ساکمو گذاشتم صندوق امانات. بعد رفتم از این ساندویچ خوریای کوچولو صبونه زدم. صبونه مفصلی بود، آب پرتقال و بیکن و نیمرو و توست و قهوه. معمولیش اینه که کمی آب پرتقال میزنم، سنگین نمیخونم. نه 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 نه، اهل شکم نیستم، به خاطر همین پوست استخونم. مثلا قرار بود از این رژیما بگیرم که آدمو چاق ماغ میکنم، ولی حال نکردم. وقتی بیرون از خونم فقط ساندویچ پنیر سوسیسی و شیر مالدار میخورم. سنگین نیست ولی همین شیر مالدار ویتامین زیادی داره. HV کالفید، هولدن ویتامین کالفید. داشتم نیمرو میزدم که دوتا راهبه چمدون به دست اومدن تو. فکر کنم منتظر قطار دومی بودن که بعد عوض میکردن. نشستم پشت کانتر کنار دستم. نمیدونستن چمدوناشونو چی کار کنن. منم بهشون کمک کردم. چمدوناشون از این چمدونه ارزون بود. از همون مدلایی که کیفیت چرم و دوختش افتضاحه. میدونم اهمیتی نداره ولی خیلی بدم میاد آدم چمدونه ارزون دستش بگیره. خب آره گفتنش خوبیت نداره ولی من
حتی از طرف متنفر میشم. تا نگاشون کنم و اون چمدونا رو دستشون ببینم ازشون متنفر شدم. یه مدتی تو مدرسه الکترون هیلز با یکی به اسم دیکس لگلی هم اتاق بودم که چمدون ارزون قیمتی داشت. همیشه خدا هم عوض این که بذارتشون بالای کمد میذاشتشون زیر تخت که من بوده یکی اونا رو کنار چمدونه من ببینه. همین خیلی خیلی ناراحتم میکرد و مدام دلم میخواست چمدونه خودم رو دور بندازم بیان که باش تاق بزنم. مال من برند بود، از چرم اعلی و اینجور چیزا بود و قیمتش هم بالا بود. آخرش داستان این شد که منم عوض بالای کمد گذاشتمشون زیر تخت، دیگه این دوستمون دچار ضعف روحی نشه نکبت. ولی آقا چی کار کرد؟ فرداش چمدونه خودشو گذاشت بالای کمد. باور کن آدم مسخره‌ای بود. مدام مشغول تیک انداختن بود. میمونش همین چمدونه. مدام میگفت چقدر نوان و بورژوایی هن. بورژوای کلمه محبوبش بود. حتی میگفت خودکار فشاری من بورژواییه. همیشه خودکارم رو قرض میگرفت ولی واقعا بورژوایی بود. فقط دو ماه هم اتاقی موندیم. هر دو تقاضای تغییر جا دادیم. مسخرش اینجاست که وقتی رفت دلم براش تنگ شد. آدم بامزه‌ای بود، با هم خیلی خوش میگذروندیم. تعجب نمیکنم اون هم دلش برام تنگ شده باشه. میدونستم وقتی میگفت وسایلم بورژوایی هم شوخی میکرد و برام مهم نبود. تازه خنده دارم بود. برای یه کمی که گذشت دیدم نه، همچنان شوخی نمیکنه. مشکل اینجاست که سخته با کسی هم اتاق باشه که چمدوناش از مال تو بدتره، مخصوصا اگه مال تو فوق‌العاده باشه و مال اون در بوده خون. اولش به خودت میگه اگه طرفت آدم باهوش و شوخ طبعیه، پس براش مهم نیست که چمدونات ازش بهتره یا نه. ولی میبینی نه، اتفاقا مهمه. خیلی هم هست. دلیل این که با آدم گوهی این استنتلیتر هم اتاقی شدم همین بود. حداقل چمدونش به پای چمدونای من میرسید. حالا این راهبه ها نشسته بودن کنار دستم و با هم شروع کردیم گپ زدن. اون که کنار دستم بود از این سبدا که اعانه جمع کنه شب کریسمس میگیرن دستشون دستش بود. همونا که گوشه خیابون رو جمع میشن، مخصوصا جلوی فروشگاهی بزرگ. یهو سبدش افتاد، منم خم شدم برداشتمش. پرسیدم که برنامهشون جمع کردن اعانه است؟ گفت نه. گفت که سبد تو چمدونش جا نشده دستش گرفته. یه لبخند مهربونانهی به لب داشت. دماغش گنده بود و از این عینکای درشت فلزی داشت که زیاد قشنگ نیستن، ولی صورتش واقعا مهربون بود. گفتم خیال کردم اومدیم پول جمع کنین، میتونم یه کمک کوچیکی بکنم؟ همین واسه شروع میتونه خوب باشه. گفت وای شما چقدر مهربونین. اون یکی دوستشم نگام کرد، داشت قهوه میخورد و کتاب جلد مشکی کوچیکی رو میخوند. شبیه کتاب مقدس بود ولی کم حجم تر از اون. هر دو صبحونه نون توست و قهوه میخوردن. صحنش افسردم میکرد. متنفرم خودم از اینکه بشینم نیمرو و بیکن بخورم و یکی جلوم نون توست و قهوه بزنه به بدن. به هم اجازه دادن $10 کمکشون کنم. مدام میپرسیدن که مطمئنم برام زیاد نیست. گفتم پول همرام هست ولی باور نمیکردن. بالاخره گرفتن. مدام تشکر میکردن. خجالت آور بود. بحث رو بردم سر مسائل کلی و ازشون پرسیدم دارن کجا میرن. معلم مدرسه بودن، از شیکاگو اومده بودن. قرار بود برن خیابون 168 یا 186، یادم نیست، یکی از اون خیابونهای بالای شهر. کنار دستیم همونی که عینک آهنی داشت انگلیسی درس میداد و دوستش تاریخ و سیاست امریکا. بعد یهوی بدجنسیم گول کرد. حواس کردم از کنار دستیم نظرشو درباره راهبه بودن بپرسم، مخصوصا وقتی داره کتابای خاصی برای زبان انگلیسی میخونه. نه لزوما کتابایی که توش چیزای تحریک کننده نوشته باشن، همین کتابایی که توش پر از عاشق و معشوق باشم کافی بود که کرمم بگیره. مثل همین شخصیت یوستی شاوایتو تو رمان بازگشت قوم توماس هاردی. شخصیت خیلی جذابی نیست، ولی حتی خودتو هم نمیتونی به این فکر نکنی که وقتی راهبه این کتابو میخونه چه حالی پیدا میکنه. البته چیزی نگفتم، فقط گفتم انگلیسی درس مورد علاقمه.
همونی که انگلیسی درس میداد گفت. جدی میگین؟ چقدر خوشحالم. خب امسال چی خوندین؟ خیلی دوست دارم بدونم. امسال ما بیشتر رو متن آنگلوساکسون کار کردیم. بیوولف و گرندل و پادشاه رندل و اینا. ولی واسه نمره اضافه هر از گاهی میگفتن کتابای دیگه هم بخونیم. کتاب بازگشت قوم توماس هاردی هم خوندم. رومئو و جولیت هم خوندم. جولیوس. وای رومئو و جولیت چقدر خوبه. خوشت نیومد؟ اصلا شکل راهبا حرف نمیزد. چطور خوشم نیومد؟ خیلی هم خوشم اومد. یه چند تا چیزشو دوست نداشتم ولی خیلی مهم نبودن. بیشترشو دوست داشتم. چیشو خوشت نیومد؟ یادته؟ راستش یه جورایی خجالت آوره که آدم با راهبه‌ای درباره رومئو و جولیت حرف بزنه. داستانشو میدونی دیگه. طرف راهبه بود، اون وقت من نشسته بودم باش درباره چه چیزا حرف میزدم. خیلی خوب، از رومئو و جولیت خوشم نیومد، یعنی خوشم اومد، نمیدونم چطوری بگم. یه موقع خیلی لوس میشدن. مرکوتیو که مرد دلم بیشتر سوخت اون دوتا. مشکل اینجاست که بعد اینکه مرکوتیو مرد دیگه خیلی از رومئو خوشم نمیومد. کی بود کشتش؟ فامیل جولیت بود؟ اسمش چی بود؟ تیبالد. آره تیبالد. همیشه اسم این بابا یادم میره. گناه رومئو بود. از همه بیشتر مرکوتیو رو دوست داشتم. نمیدونم. خانواده های کاپولت و مونتاگو مشکلی نداشتن. مخصوصا جولیت. ولی مرکوتیو آدمیه که توضیح دادنش سخته. هم باهوش بود هم سرگرمت میکرد. مشکل من وقتیه که یکی تو داستان میمیره. خیلی کفری میشم. مخصوصا اگه طرفت خیلی باهوش باشه و سرگرمت کنه. تازه اگه گناهی هم نداشته باشه که دیگه هیچی. ولی گناه رومئو و جولیت گردن خودشون بود. کدوم مدرسه درس میخونی؟ مطمئنم اینو پرسید که بحث رومئو و جولیت رو ببنده. بهش گفتم پنسی درس میخونم. اسمشو شنیده بود. میگفت مدرسه خیلی خوبیه. گذاشتم به همین خیال خوش باشه. بعد اون یکی که تاریخ درس میداد گفت بهتره که برن. صورت حسابشون رو برداشتم که حساب کنم، ولی مگه گذاشتن؟ همون که عینک داشت قبول نکرد حساب کنم. تو به اندازه کافی بزرگواری کردی. ممنون. پسر خیلی خیلی مهربونی هستی. آدم تو دلبرویی بود. کمی یاد مادر ارنست مورو مینداختم، مخصوصا وقتی میخندید. همونیو میگم که تو قطار دیدمش. گفتن که از همصحبتی با هم خیلی لذت بردن. گفتم منم همینطور. واقعا هم خوشم اومده بود. خیلی بهتر از تصورم بودن. فقط یه چیز مدام اذیتم میکرد. صحبت که میکردیم میترسیدم ازم بپرسن کاتولیکم یا نه. کاتولیک جماعت دوست دارم بدونن طرفش کاتولیکه یا نه. خیلی پیش اومده که ازم بپرسن، مخصوصا به خاطر اسمم. آخه اسمم ایرلندیه. خب اکثریت ایرلندی ها کاتولیکن. راستش پدرم هم روزگاری کاتولیک بوده، ولی بعد از ازدواج با مادرم کلن بیخیال کاتولیک بودن شده بود. وقتی مدرسه ووتو می رفتم یکی به اسم لویس شینی می شناختم که اون هم کاتولیک بود. اولین کسی بود که اونجا باهاش آشنا شدم. دوتایی رو صندلی درمونگا نشسته بودیم. روز اول مدرسه بود و منتظر جواب پزشک بودیم. با هم راجع به تنیس حرف می زدیم. مثل من عاشق تنیس بود. گفت برای بازی‌های ملی هر تابستون میره فورستیل. گفتم منم اونجا میرم. بعد درباره چند تا از تنیسورای خوب حرف زدیم. نسبت به سنش خیلی از تنیس سر در می آورد. یهو وسط حرفمون درباره تنیس پرسید که میدونم کلیسای کاتولیک شهر کجاست؟ لحن سوالش طوری بود که میخواست بدون کاتولیکم یا نه. در جا گرفتم. نه اینکه تعصبی چیزی داشته باشه، نه، فقط میخواست بدونه. از صحبتمون درباره تنیس خیلی خوشش اومده بود، ولی دلش میخواست اینو بدونه که کاتولیکم یا نه. همچین چیزای دیوونم میکنه. نمیگم گند زد به صحبتمون، چون نزد، ولی کمکم به بهتر شدنش نکرد. به خاطر همین خوشحال شدم راهبا ازم همچین سوالی نپرسیدن. حرفامونو خراب نمیکرد، ولی مطمئنن شکلشو تغییر میداد. نمیخوام کاتولیکا سرزنشم کنن. نه به هیچ وجه.
منم اگه کاتولیک بودم لابد همینطوری میشدم. این موضوع شبیه جریان همون چمدونات که برای تعریف کردم. میخوام بگم که آدمو از بحث اصلی دور میکنه. همین. وقتی پاشدم برن سوتی بدی دادم. اصلا حواسم نبود و موقع خدافزی دود سیگار دستمو توی صورتشون خالی کردم. خیلی معذرت خواهی کردم. اونا هم خیلی مؤدب و مهربون بودن که چیزی نگفتن. ولی من کلی بابت کار زایه‌ای که کردم خجالت کشیدم. بعد که رفتن دلم سوخت که فقط $10 بهشون داده بودم. ولی خب با صالحیزم قرار داشتم و بعد پول بلیت میلیتم میدادم. ولی خب دلم سوخت دیگه. پول. لعنت بهش. همیشه حال آدمو میگیره این پول. فصل 16. صابونم که تموم شد دیدم تازه سر ظهر و تا 2 کلی وقت دارم. همین شد که زدم به پیاده روی. این دوتا راهبه مدام جلوی چشمان بودن. می دیدم که وقتی درس نمیدم با اون سبد کهنه اعانه جمع میکنن. مدام مامانم و آدم های دیگه یا جاشون تصور میکردم، مثلا خالم یا مادر دیوونه صالحیزو. تجسمشون میکردم که بیرون فروشگاه بزرگی ایستادن و دارن برای فقرا با همون سبد کهنه اهانه جمع میکنن. تصورش سخت بود. تصور مامانم نه، ولی دوتای دیگه چرا. خالم آدم خیریه، برای صلیب سرخ خیلی کار میکنه، اما از این جنگل مینگلیات که هر وقت برای اینجور کارا میره همچین میپوشه انگار داره میره جشن عروسی چیزی. هفت قلم آرایش میکنه. اصلا نمیتونستم بدون آرایش و لباس قشنگش تصورش کنم که داره اعانه جمع میکنه. مادر صالحیزو که دیگه نگو. فقط به این شرط میتونه بره و اعانه جمع کنه که هر کسی اومد اعانه بده حسابی از خانم تعریف کنه. مبادا پولی بریزی و بدون تعریف و تمجید درست حسابی از خانم بری. به ساعت نکشته ول میکنه میره. حوصله‌اش سر میره. سبدو میده و میره نهار عیونی میزنه به بدن. از همین راه با خوشم اومد. چون عمرم برن نهار عیونی بزنن. همینم خیلی ناراحتم میکرد. اینکه هیچ وقت نمیرن نهار عیونی بزنن. میدونم همچین مهم نیست، ولی خب ناراحتم میکنه دیگه. از روی بیکاری کله کردم طرف برادوی. 3 سال بود اون طرف رو نرفته بودم. تازه میخواستم ببینم یک شنبه این میتونم صفحه فروشی چیزی پیدا کنم که صفحه شرلی بینز کوچولو رو برای فیبی بخرم یا نه. ترانه‌ای بود درباره دختری که چون دوتا دندون جلو نداشت خجالت میکشید از خونه بیرون بره. تو پنیسی که بودم داستانش رو شنیدم. یکی از بچه های طبقه بالای خوابگاه داشتش. خواستم ازش بخرم چون میدونستم فیبی خیلی باش حال میکنه، ولی نمیفروخت. ترانه خیلی قدیمی بود که این بابا استلا فلچر سیاه‌پوست 20 سال پیش خونده بودش. جاز نیورلانی قدیمی که خیلی خشن و زمخت خونده بودش. اصلا محرکه بود. حتم داشتم اگه سفید پوستی میخوندش انقدر نازش به میومد که میرید تو کار. ولی استلا فلچر کارشو بلد بود. جدن یکی از بهترین کارهایی بود که به عمرم شنیده بودم. با خودم گفتم اگه یک شنبه این مغازه باز باشه سفر رو میخرم و میبرمش پارک. یک شنبه بود و لابود فیبی میرفت پارک برای اسکیت بازی. میدونستم بیشتر کجای پارک میپلکه.
هوا به اندازه دیروز سرد نبود، ولی خب آفتاب هم نزده بود و پیاده روی زیاد فاز نمیداد. اما یه چیز خیلی خوب بود، خانواده‌ای که مشخص بود دارن از کلیسا میان از جلوم رد شدن. پدر و مادر و یه پسر بچه تقریبا 6 ساله. تیپشون ندار میزد. پدره کله خاکستری نقره‌ای سرش بود، از این مدل‌ها که سر آدم ندارست. با همسرش گپ میزد و راه میرفتن. همچین حواسشون به بچه نبود. پسر بچه خیلی بامزه بود. عوض پیاده رو توی خیابون میرفت، لبه جدول خیابون. طوری راه میرفت انگار داشت روی خط صاف راه میرفت. بچه ها معمولا از این کارا میکنن. تمام مدت با خودش میخوند و زیر لب زرد گرفته بود. نزدیکتر شدم بشنوم چی میگه. با خودش میخوند: اگه ناتوری یکی رو نجات داد تو دشت. صدای بامزه ریزی داشت. معلوم بود حسابی شعر بلده. ماشین رو ترمز میکردن تماشاش کنن. پدر مادرش عین خیالشون نبود. برای خودش کنار زنجیره خیابون میرفت و میخوند: اگه ناتوری یکی رو نجات داد تو دشت. حالا بهتر شد. انگار غم و قصه‌م رو جذب خودش کرد. برادوی عین همیشه پر از عرازله و باش بود. ساعت قبل از 12 ظهر روز یکشنبه بود. با این وجود قیامتی بود اونجا. همه داشتن میرفتن سینما. سینما، پارامونت، آسترو، استراند، کاپیتون و نمیدونم چی. یکشنبه بود دیگه. همیشه کرده بودن و همین یعنی ته زایه بودن. از اینا بدتر تابلو بودنشون بود. عالم و آدم میفهمیدن دارن میرن سینما. تعامل این جماعت رو نداشتم. آدمیو که برای وقت گذرونی میره سینما درک میکنم، ولی این جماعتی که با عجله حاضرن دست و پای همو بشکنن تو زودتر برسن سینما، حالمو به هم میزنن. مخصوصا وقتی میبینم 1000 نفر توی یکی از صفای عریض و طویلی که تا 2 خیابون اون طرفترم ادامه داره منتظرن تا جاگیرشون بیاد. دیگه هیچی، اینجوری نمیتونستی این آدم از خیابون رد شی. شانس آوردم تو همون اولین مغازه سفر پیدا کردم، ولی 5 دلاری برام آب خورد چون سخت میشد پیداش کنی. ولی همین یهوی خوشحالم کرد. میخواستم زودتر برم پارک و سفر رو بدم به فیبی. از مغازه بیرون اومدم، کنار دارخونه بودم، رفتم تو. گفتم شاید زنگی به جیم بزنم ببینم واسه تعطیلات برگشته یا نه. رفتم تو با جو بهش زنگ زدم. مامان جونش جواب تلفن رو داد و منم سری قطع کردم. دوست نداشتم 2 ساعت باش حرف بزنم. اصلا دوست ندارم پای تلفن با مادر دختر رو حرف بزنم. بعد میپرسیدم که جیم برگشته خونه یا نه، ولی واقعا حسش نبود. بعد برای اینطور چیزا حال و حوصله داشته باشی. لازه بعد میرفتم بلیطم میخریدم. برای همین روزنامه خریدم ببینم سالونا چه برنامه دارن. یک شنبه 3 برنامه بیشتر نبود. 2 بلیط لوژ برای نمایش میدونم عشقم خریدم. فکر کنم اجرای خیریه بود. دوست نداشتم ببینم، ولی میدونستم سالی خانم دوست داره. خدای جهلا بود از خوشحالی پس میافتاد اگه میفهمد قراره بریم اونجا. تازه زوج لانتزم توش بازی میکردن. سالی از نمایشایی که خشک و سطح بالا بودن خوششون میومد. اگه زوج لانتزم توش بازی کنم که دیگه هیچی. من نه، راستش من با این حال نمی کردم. به بعدی فیلم سینمایی نیستم، ولی عاشق دنسوزی هم نیستم. اولینم بگم که از بازیگر جماعت متنفرم. اصلا شبیه مردم رفتار نمی کنن. جالبه که خودشون خیال می کنن خیلی هم شبیه آدم های واقعی رفتار می کنن. چند تایی از اون خوباشون چرا؟ کمی شبیه آدم های عادی رفتار می کنن، ولی بازیشون همچین نمی گیرتت. اگه هم بازیگر خوبی باشه و اینو بهش میگفتی، همین کافی بود تا همه چیز خراب بشه. مثلا همین سر لارنس اولاویه. بازیشو توی فیلم هملت دیدم. دیبی من و فیبیو برد که ببینیمش. اول نهار خوردیم، بعد رفتیم سر فیلم. خودش قبلا فیلمو دیده بود و سر نهار همچین ازش تعریف میکرد که گفتم ببین چه شاهکاری از دست دادم. ولی وقتی دیدمش اصلا باش حال نکردم. کجای این سر لارنس اولاویه اینقدر جذاب بود؟
صدای درجه یکی داشت و آدم خوشتیپی بود و تماشاش موقعی دوئل و راه رفتن و این حرفا خیلی حال میداد، ولی اصلا شبیه اون حملتی که دیوی میگفت نبود. بیشتر از این که آدم ناراحت درب و داغونی باشه، شبیه جنرالا بود. بهترین جای فیلم هم موقعی بودش که داداش اوفلیا میخواست بره و باباش داشت نصیحتش میکرد، همون داداشی که آخر سر با حمله دوئل میکرد. اوفلیا هم مسخره بازیش گرفته بود و با داداشش شوخی میکرد، مدام خنجرش رو از قلفش در میآورد و هی با اون شوخی میکرد، اونم درست موقعی که باباش داشت نصیحتش میکرد. این صحنه خوب بود، خیلی باهاش حال کردم، ولی دیگه از این صحنه ها زیاد نمیدیدی. فیبی فقط از اون صحنه خوشش اومد که حمله سگش رو ناز میکرد. فیبی خیال میکرد این خیلی باحاله و واقعا هم بود. لازمه عوض این فیلم خود متن رو بخونم. مشکل من اینه که باید همیشه همه چیز رو خودم بخونم. اگه بازیگری بازیش کنه به زور گوش میکنم. مدام نگران اینم که مبادا بازیگره جایی از کار علکی و اغراق‌آمیز پیش بره. بلیط‌ها رو که خریدم، تاکسی گرفتم و رفتم پارک. پولم کم کم داشت تموم میشد و بهتر بود با مترو میرفتم. دوست داشتم زودتر از برادوی کوفتی بزنم بیرون. پارک نکبتی بود. خیلی سرد نبود ولی هنوز آفتاب هم نزده بود. تو پارک هم انگار جز ان سگ و اخ و توف و ته سیگار پیریا و صندلیایی که از همون دور خیسیشون معلوم بود چیز دیگه ای وجود نداشت. همین افسرده ترم کرد. گاهی بی دلیل موقعی راه رفتن سرما می افتاد به جونم. اصلا انگار نه انگار نزدیک کریسمس بود. رفتم سمت مال چون می دونستم فیبی همیشه میره اونجا. فیبی دوست داره کنار جایگاه نوازنده های اسکیت بازی کنه. جالبه، منم که بچه بودم دوست داشتم همونجا اسکیت بازی کنم. وقتی رسیدم ندیدمش. چند تا بچه داشتن اون دورو برای اسکیت بازی میکردن و دو تا پسرم دستکش بیسبال دستشون کرده بودن و برای هم توپ میداختن، ولی خبری از فیبی نبود. دختر بچه رو دیدم که همسن و سال فیبی بود و تنهایی روی نیمکت نشسته بود به بستن اسکیتاش. گفتم شاید فیبی رو بشناسه و بدون کجاست. رفتم کنارش نشستم و پرسیدم تو فیبی کالفید رو میشناسی؟ پرسید کی؟ جیم پاش بود و 20 لباس رو هم پوشیده بود. پیدا بود تلمبار شدن این همه لباس کار مامانشه. فیبی کالفید خیابون 71 میشینه، کلاس 4. تو فیبی رو میشناسی؟ آره برادرشم. میدونی کجاست؟ شاگرد خانم کالونه، مگه نه؟ نمیدونم، آره گمونم. احتمالا الان موزه باشه. ما شنبه هفته پیش رفتیم. کدوم موزه؟ شونه بالا انداخته. چه میدونم، موزه دیگه. میدونم، ولی اون موزهی که توش نقاشیه یا اونی که سرخپوست داره کدومش؟ همونی که توش سرخپوست داره. ازش تشکر کردم و پاشدم برم که یهو یادم افتاد امروز یک شنبه است. به دختره گفتم امروز که یک شنبه است. در اومد گفت خب پس نرفته. بعد جور درگیر بستن اسکیتش بود. دستکش نداشت و دستش حسابی قرمز شده بود. کمکش کردم. سالا بود آچار اسکیت دستم نگرفته بودم، ولی عجیب نبود چون از الان تا 100 دیگه هم چشم بسته از پس بستن اسکیت و اینا برمیام. اسکیت رو براش بستم، ازم تشکر کرد. دختر کوچولو مؤدبی بود. عاشق اینم که اگه قرار اسکیت بچه براش ببندم مؤدب و آروم باشه. خیلی از بچه ها مؤدبن. آره خیلیشون. ازش پرسیدم دوست داره با هم شیرکاکای داغی چیزی بزنیم، ولی تعارفمو رد کرد. گفت باید بره دوستشو ببینه. بچه ها همیشه بهونه دیدن دوستاشونو دارن. این حسابی میره رو اعصابم. با اینکه یک شنبه بود و فیبی سر کلاس نبود و با اینکه هوای نکبت و بیحالی هم بود، رفتم سمت موزه تاریخ طبیعی. میدونستم منظور دختر همین موزه است. چم و خم موزه را از بر بودم. فیبی همون مدرسه ای میرفت که من بچگی هم میرفتم. ما هم همیشه میبردم اونجا. معلمی داشتیم به نام خانم اگلیتینجر که شنبه به شنبه میبردمون اونجا.
گاهی هم میرفتیم بخش حیوانات و گاهی هم میرفتیم بخش صنایع دستی سرخپوستا، کوزه و سبد حصیری و این حرفا. خاطره خوبی شده بود. یادم بعد از دیدن صنایع دستی سرخپوستا میرفتیم اتاق کنفرانس بزرگ موزه و برامون فیلم پخش میکردن. مستندی درباره کریستوف کلمب. همیشه هم همین فیلمو پخش میکردن. فیلم درباره کشف قاره امریکا توسط کلمب بود. کلمبی که میره از پادشاه فردیناند و ملکه ایزابل پول قرض میکنه تا کشتی بخره، بعد ملوانا علیهش شورش میکنن. هیچ وقت هیچ کس حواسش به فیلم نبود، ولی همیشه کلی آب نبات و آدامس و حله حله همرامون میبردیم. اتاقم بوی خوبی میداد. بوی شبیه بارونی بود که بیرون میبارید. حتی اگه بارونم نمیومد حس میکردی تو دنجترین و بهترین جای دنیایی. اون موزه لعنتی رو خیلی دوست دارم. یادمه برای رسیدن به اتاق کنفرانس بعد از بخش سرخپوستا رد میشدی. بخش سرخپوستا فضای خیلی بزرگی بود که حتی توش حق پچ پچ کردنم نداشتی. اول معلم میرفت، بعد پشت سرش هم بچه ها. بچه ها دوتا صف میشدن، هر کسی با یکی دیگه همگروه بود. اکثر اوقات همگروهیم دختری بود به اسم گریت رودلوین. عاشق این بود که دستمو بگیره. همیشه خودم دستش یا نوچ بود یا عرق کرده بود. کف اونجا سنگ فرش بود و اگه تیله ی چیزی مینداختی رو زمین همچین دنگ دنگ بالا پایین میپرید که معلم صفو نگه میداشت و برمیگشت ببینه چه خبره. خانم ما هیچ وقت ناراحت نمیشد. بعد از کنار اون کشتی جنگی دراز سرخ پوستا راحت میشدی که طولش اندازه 3 تا کادیلاک بود. 20 تا سرخ پوست روش بودن. یه سری پارو میزدن، یه سری هم وایستاده بودن نگاه میکردن. همشون هم رو صورتاشون گریم جنگی داشتن. یکیشون که ته کشتی بود از این ماسکا هم داشت. خیلی مرموز بود، انگاری جادوگر قبیله بود. هم ازش میترسیدم هم ازش خوشم میومد. کافی بود از کنار کشتی که رد میشدی به یکی از چیزای اطرافش دست مستی بزنی تا نگهبان موزه درجا بگه بچه جون به چیزی دست نزنی ها. ولی لحنش مثل این پلیسا خشن نبود. بعد از یه ویترین شیشه‌ای رد میشدیم که توش سرخپوستا داشتن دور هم آتیش درست میکردن. یکی از زنها هم یه ملافه ای رو تکون میداد. یه جوری خم شده بود که میشد سینه هاشو دید. هممون حتی دختر خوب سینه هاشو برانداز میکردن. خب بالاخره اون موقع همه بچه بودیم. درست قبل از اینکه وارد اتاق کنفرانس شیم از کنار دست یه اسکیموی رد شدیم. یخ دریا رو سوراخ کرده بود و داشت ماهی میگرفت. کنار پاشم دوتا ماهی انداخته بود. پسر موزه پر بود از ویترینای شیشه‌ای. تازه طبقه بالا تعدادشون هم بیشتر میشد. آهویی که کنار رودخونه داشت آب میخورد. پرنده هایی که کوچ میکردن سمت جنوب. پرنده های جلویی هم تاکسی درمی بودن و از بند آویزونشون کرده بودن. بقیهشون هم که پشت سر بودن رو دیوار نقاشی شده بودن. ولی فیگورشون فیگور پرواز به جنوب بود. اگه سرخم میکردی و سر و ته نگاهشون میکردی به خیال داشتن با سرعت بیشتری پرواز میکردن. بهترین حسن این موزه همین ثابت بودن همه چیز و عوض نشدنشون بود. اصلا هیچ که از جاش جمع نمیخورد. هزار بارم که میرفتی میومدی بازم اون اسکیمو همون دوتا ماهی رو به دهن داشت و پرنده ها هنوز داشتن میرفتن جنوب و آهو با اون شاخه قشنگ و پاهای نازک و پوست نرمش داشت آب میخورد و زن سرخ پوستم داشت همون ملافه رو تکون میداد. هیچ وقت هیچ کس عوض نمیشد. فقط توی که عوض میشی. منظورم فقط پیرتر شدن این حرف رو نیست. پیرم که نشی هیچ وقت این قبلت نیستی. تو مدام عوض میشی. تو همچین فصلی اوورکوت میپوشی، یا مثلا بچه‌ای که آخرین بار همگروهیت بود این بار سرما میخوره و تو بعد همگروهی تازهی پیدا کنی، یا عوض خانم اگلی تیجنر معلم دیگهی باهات میاد، یا خبرت میکنم مامان بابا تو دستشویی بزن بزن کردن، یا مثلا از کنار یکی از این چاله های گازوئیل رد میشه که روش رنگین کمون روغن افتاده. کلن منظور هم اینه که عوض شدی دیگه. نمیتونم توضیحش بدم. حتی اگه میتونستم هم دلم نمیخواست این آردم بگم. کلاه شکاریم و موقعی را رفتن در آوردم گذاشتم سرم. میدونستم آشنا نمیبینم و هوا هم خیلی دم داشت. برای خودم راه رفتم و به فیبی فکر کردم که شنبه
عین من به موزه میرفت. دلم میخواست بدونم که نگاهش عین منه یا چطور به هر چیزی نگاه میکنه. خودش تغییر خودش رو احساس میکنه. فکر کردم به همین چیز خیلی ناراحتم کرد، ولی همچین خوشحالم هم نکرد. بعضی چیزا باید همینطوری باشن که هستن، باید بذاری تو یکی از همین ویترینای بزرگ موزه به حال خودشون باشن. میدونم غیر ممکنه، ولی خیلی هم بد نیست. سراغ داشتم به این چیزا فکر میکردم. از کنار زمین بازی رد شدم و دوتا بچه رو حل کلنگ دیدم. یکشون یکمی چاق بود. دست گذاشتم طرفی که بچه لاغره نشسته بود که وزن بگیر و بیاد پایین، ولی دیدم از کارم ناراحت شد. منم بی خیال شدم رفتم. بعد اتفاق جالبی افتاد. وقتی رسیدم دم موزه با خودم گفتم اگه به هم 1,000,000 بدن تو نمیرم. حالشو نداشتم. این همه راه اومده بودم ولی حال نداشتم برم تو. اگه فیبی بود حتما میرفتم، ولی اونجا نبود. جلو موزه برای بالتیمور تاکسی گرفتم. همچین حال رفتن نداشتم. ولی قرارم با سالیو چیکار میکردم؟